آقای دکتر پور حسن نکات درستی دارن. ببینید آقای دکتر پور حسن میگن سنت مهمه، بر پدر اون کسی که سنت رو انکار میکنه لعنت. ایشون میفرمایند که آینده بدون گذشته امکان پذیر نیست، آینده بدون سنت امکان پذیر نیست. فکر میکنم من هم جزو معدود کسانی بودم که در این کشور این فریادها رو زدم. بله. نگاه کنید آقای دکتر میگن تمدن اسلامی یک واقعیت است، گویی من گفتم تمدن اسلامی یک واقعیت نیست. تمدن اسلامی یک واقعیتی بود در دوران قرون 8 و به اصطلاح قرون 4 و 5 بود. بله. اما شما امروز در این دوره صحبت میکنید، تفاوت بزرگی وجود داره میان آنچه که شما بودید و آنچه که شما هستید. حرف من این آقای پور حسن، اگر قرار بود جامعه‌ای در مسیر انحطاط بود چگونه جامعه‌ای بود؟ از شما میگه تمدن، سلم نه تمدن میخواهید دیگه، تمدن بدون عقلانیت نمیشه. با این هیاهوها، با این لومپنج بازی و با این پوپولیت تمدن نمیشه. درسته. شما تمدن میخواهید بدون آزادی مگه میشه؟ بدون شکوفایی استعدادها مگه میشه؟ شما یه جاهل خونه در ارشاد درست کردید، یه مش خوارج و هوازنها رو ریختید اونجا، کتاب رو خفه میکنید، حالا مدعی تمدن هم هستی. داره نابود میشه این ملت، این ملت داره نابود میشه. قراره تو این کشور اتفاق بیفته، ما نمیتونیم درار ببندیم، نمیتونیم ایران رو تبدیل به قلعه نظامی مثل کره شمالی بکنیم و بگیم میخوایم تمدن سازی بکنیم. درست. به نظر من اگر جامعه ما به نفع طبیعی پیش میرفت، و من همیشه گفتم در یک میگفتم که ما فعلا مارادونا رو ول کردیم به قزنفر چسبیدیم، اگر در سیاست‌های داخلی ما یعنی یک نوع انحصارگری دینی وجود نداشت، بخشی از تلاش‌های روشنفکران ما به نقد غرب می‌پرداخت، اما فضای حیاتی رو این استبداد به اصطلاح انحصارگرایانه به اصطلاح سرکوب کرد و لذا شایگانی که آسیا در برابر غرب می‌نوشت زیر آسمان کبود رو می‌نویسه. سیاست بیش از اندازه گستاخه، و تا زمانی که سیاست حد و حدود خودش رو نفهمه، جامعه ما جهال بیش از اهل فرهنگ و اهل تفکر سخن میگن. شما نگاه کنید در جامعه‌ای که رئیس فرهنگستان علومش کتابش رو وزارت ارشادش جلو نمیگیره، یه بچه 23 ساله که در واقع کتاب رئیس فرهنگستان علوم رو که از معدود فلاسفه قرن حاضر در فرهنگ در این کشور فرهنگ معلومه که در واقع خیلی جدیت نداره.